مریم ایران دوست هستم، سرمربی تیم زنان ایران. خیلی بهتر شده. اینکه سالهای قبل، سالهای ابتدایی فوتبال زنان، خب خیلی مشکلات بود، از تهیه لباس، زمین، توپ. حتی یه وقتایی ما میرفتیم سر تمرین توپ نداشتیم، میگفتیم خیلی خوب باشه بیایم بدنسازی بکنیم. خب به لحاظ نتیجه که قطعا راضی ترین آدم روی زمینم و خیلی خوشحالم. از لحاظ فنی 100% ایراداتی هستش و ما در تلاش هستیم با اردوهایی که برگزار میکنیم این نواقص رو برطرف بکنیم که بتونیم شرایط بهتری رو تو بازیمون اجرا بکنیم و نقاط ضعفمون رو به حداقل برسونیم. قطعا با توجه به وقفه که بوده و اینکه خب همه میدونن فوتبال ایران یه ورزش نوپا هستش، نمیشه با زمان کوتاه نواقص برطرف بشه، اما هممون در تلاش هستیم با کار بیشتر و تمرینات سخت‌تر این مشکلات رو برطرف کنیم. انتظارم اینه که خیلی خونسرد با آرامش و تمرکز بالا تیم کار خودش رو بکنه، فارغ از هر نتیجه‌ای که به دست بیاد. خب همه ما میدونیم کار سختیه، تورنمنت بسیار مهمی هستش و تیم‌های آسیایی خب تیم‌های طراز اول جهان هستن و کار کردن، بازی کردن در کنارشون سخت هستش در مقابلشون. ولی خب ما حالا یه جورایی میتونم بگم که با این صعود اعتماد به نفس لازم رو بچه‌ها پیدا کردن. حالا امیدواریم که بتونیم نتیجه بگیریم. هم تیم‌هایی که شرکت می‌کنن در لیگ برتر، هم حتی ما خب انتظار داریم که تیم‌های پایه‌مون از رده ملی سازماندهی بشه و یه برنامه بلند مدت 5 ساله داشته باشیم برای رشد و توسعه که قطعاً تاثیرگذار خواهد بود. اگر این حمایتی که تا الان شده هم از طرف مسئولین و هم از طرف مردم ادامه داشته باشه، 5 سال آینده من به شما قول میدم این دخترها رو تو جام جهانی می‌بینم. دل سرد نشن. من میدونم همین راهی که من تو این 42 سال گذروندم، خیلی وقتا دخترو چه به فوتبال، بهتر شما برین قرمه سبزیتون رو بپزین و باورتون میشه من قرمه سبزی دیگه بدم اومده نمیخورم. کار خودشون رو بکنن، اصلا به حواشی کار نداشته باشن. فقط بهشون میگم اگر سخت گوش باشن، تلاش بکنن، هدف داشته باشن و برنامه ریزی